تظاهرات و خیزش ضد حکومتی در ده ها شهر کشور، خشم مردم علیه اهانت تلویزیون رژیم به هموطنان بختیاری، درگیری های تظاهر کنندگان و جوانان با نیروهای سرکوبگر، در هم کوبیدن و به آتش کشیدن مراکز رژیم و خودروها در دسفول، اندیمشک، ایزه، مسجد سلیمان، اهواز و علی گودرز، تظاهرات و اقدامات اعتراضی در شهرها و نقاط مختلف کشور به ویژه در استانهای جنوب و غرب میهن، فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت به همبستگی با تظاهرات هموطنان بختیاری در مقابله با فاشیسم دینی. مریم رجوی. هموطنان بختیاری پیوسته و از انقلاب مشروط تاکنون نقش بسیار مهمی در مبارزه علیه استعمار و استبداد داشتند و اهانت به آنها اهانت به عموم مردم ایران است. تظاهرات و خیزش گسترده هزاران تن از هموطنانمان در اعتراض به توهین وقیحانه تلویزیون رژیم آخوندی به هموطنان بختیاری ده‌ها شهر و استانهای مختلف کشور را فرا گرفت و به درگیری‌های خیابانی و جنگ و گریز جوانان با نیروهای سرکوبگر انتظامی و حمله به مراکز حکومتی در شهرهای مختلف من جمله دسفول و اندیمشک منجر شد. درگیری های خیابانی بین مردم و جوانان دسفول با نیروهای ویژه در برخی محلات دسفول ادامه دارد و جوانان دلیر بختیاری و دسفولی با مزدوران نیروی انتظامی درگیر شدند. مردم و جوانان با سردادن شعارهایی مانند من تا آخر مثل کوروش مرد شیرم، زیر سنگ می ایستم ولی زیر ننگ نمی ایستم، به مراکز حکومتی حمله کردند و یک پمپ بنزین، یک پمپ گاز و یک بانک را به آتش کشیدند و چند خودرو نیروی انتظامی را خرد کردند. این درگیری ها به خصوص در کوی مدرس و ولی‌آباد شدت بیشتری داشت و طی آن چند نفر زخمی شدند. در کوی مدرس روبروی فرمانداری رژیم میان تظاهر کنندگان خشمگین و ماموران سرکوبگر درگیری های شدیدی رخ داد و صدای تیراندازی به گوش می رسید. در جریان درگیری با نیروهای سرکوبگر تظاهر کنندگان پمپ بنزینی را در خیابان مدرس دسفول به آتش کشیدند. در یک صحنه از جنگ و گریز بین جوانان دلیر با مزدوران سرکوبگر، جوانان با تهاجم دلیرانه خود ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی را وادار به فرار کردند. در صحنه دیگری جوانان نیروهای امنیتی را مورد تهاجم قرار داده و به سختی گوشمالی دادند. گزارشات همچنین حاکی است مردم قیور دسفول و جوانان تظاهر کننده در منطقه بختیاری نشین ولی‌آباد نقاره دسفول نیز با نیروهای امنیتی درگیر شدند. رژیم در وحشت از گسترش آتش قیام اقدام به اعزام نیروهای سرکوبگر از خرم‌آباد به دسفول کرده است. مردم دسفول شب جمعه 28-25 بهمن اقدام به بستن جاده شوشتر کردند و تا پاسی از شب این جاده را در کنترل خودشان داشتند. بنا به خبر دیگری در جریان اعتراضات جمعه شب مردم دسفول، تظاهرکنندگان شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر روحانی سر دادند. در جریان اعتراضات مردم دسفول، بیش از 70 تن از تظاهرکنندگان توسط ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی دستگیر شدند. این دستگیری‌ها خشم مردم را مضاعف کرده و باعث ملتهب شدن فضای شهر دسفول شد.
تظاهر کنندگان دلیر در اهواز در اعتراضات ضد حکومتی امروز خود با شعار ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم و توهین به بختیاری نابود باید گردد، خشم خود را از توهین آخوندهای جنایت پیشه به هموطنان غیور بختیاری ابراز کردند. به گزارش دریافتی درگیری میان جوانان و ماموران انتظامی و مزدوران لباس شخصی در مقابل فرمانداری رژیم رخ داد. هزاران تن از مردم و جوانان مسجد سلیمان روز جمعه در خیابان اصلی شهر میدان بانک ملی گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی خشم و انزجار خود را از رژیم آخوندی و صدا و سیمای منحوس آن ابراز کردند. به گزارش رسیده بیش از 5000 تن از مردم علی گودرز در میدانها و خیابانهای این شهر تظاهرات کردند و علیه حکومت آخوندی شعار دادند و خشم خود را از اهانت تلویزیون آخوندها به هموطنان بختیاری ابراز کردند. آخرین خبرها از اندیمش کاکیست. تظاهر کنندگان خشمگین شیشه های بانک ها و ادارات دولتی را شکستند. آنها همچنین تعدادی از خودروهای دولتی را تخریب کردند. به دنبال تظاهرات اعتراضی هموطنان بختیاری در خوزستان و استانهای دیگر، هموطنان عرب در شادگان، سوسنگرد، هویزه، عبدالخان و دشت عباس و عشایر زرگانی در حمایت از هموطنان بختیاری فراخوان دادند. در این فراخوان هموطنان عرب خوزستان پیوستگی خود را به حرکت اعتراضی هموطنان بختیاری در خوزستان و سایر استانهای کشور در روز خشم اعلام کردند. در این فراخوان آمده است: هموطنان، بختیاری ها را تنها نگذارید. کردها، بلوچها، قشقایی ها، آذری ها، خراسانی ها، مازندرانی ها، گیلانی ها و مردم سراسر ایران باید دوباره تهران را فتح کنید. بلند شوید، بلند شدنی. در این فراخوان همچنین آمده است: یکان یکان شویم، ارتشی گران شویم، دایه دایه وقت جنگ، وقت دوستی با تفنگ، قطارکش بالا سری، پرز فشنگ، پرز فشنگ. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای از تیراندازی نیروهای سرکوبگر به روی مردم معترض در دسفول خبر داد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت همگان را به همبستگی با تظاهرات هموطنان بختیاری در مقابل فاشیسم دینی حاکم فراخواند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به هموطنان غیور بختیاری و جوانان و مردم آزاده‌ای که در نقاط مختلف کشور علیه اهانت وقیحانه رژیم ضد ایرانی آخوندها به هموطنان بختیاری به پا خواستند درود فرستاد و از عموم هموطنان به ویژه جوانان دلیر میهنمان در نقاط مختلف کشور خواست به حمایت از این تظاهرات و اعتراضات قیام کنند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت تأکید کرد
هموطنان بختیاری همواره به طور خاص در مبارزات تاریخ معاصر مردم ایران از انقلاب مشروطه تا کنون نقش بسیار مهم و مؤثری در مبارزه علیه استعمار و دیکتاتوری داشتند و اهانت به آنها اهانت به عموم مردم ایران است. خانم رجوی گفت رژیم آخوندی یک وصله ناچسب به تاریخ ایران و دشمن همه مردم از هر قشر و طبقه و از هر مذهب و هر ملیت است و سرنگونی این رژیم ضد ایرانی یک خواست ملی و سراسری است. وحشت و هراس شدید دیکتاتوری آخوندی از خیزش و تظاهرات هموطنان بختیاری، واکنش ترسالود رئیس رادیو تلویزیون رژیم. باسار زرقامی رئیس رادیو تلویزیون خامنه ای وحشت زده از خشم و خیزش هموطنان بختیاری، ضمن اعتراف به اهانت وقیحانه در تلویزیون حکومتی، تلاش کرد مسئولیت آن را به گردن دیگر مجریان بیندازد و در نامه‌ای به معاون خودش نوشت ایجاد کوچکترین بدبینی نسبت به بختیاری‌های شریف قابل تحمل نیست. پاسار زرقامی مدعی شد در زمینه این سریال تذکراتی خطاب به معاونت سیما ابلاغ شده و وحشت زده نوشته است توجه به نگرانی‌های هموطنان عزیز بختیاری درباره این سریال ضرورت دارد. رسانه‌های حکومتی همچنین با درج نامه‌ای به نام عوامل رژیم در تلویزیون تحت امر ولی فقیه ارتجا ضمن برخی توجیه تراشی‌ها با ترس و وحشت نوشتند چنانچه پخش قسمت‌های اولیه این مجموعه موجب رنجش خاطر هموطنان عزیز بختیاری شده است، مراتب عذرخواهی خود را اعلام می کنیم. رسانه های تحت امر دیکتاتوری آخوندی و رسانه های تابع و همسو با آخوندهای ضد ایرانی که طی روزهای اخیر به شدت تلاش کردند خبرهای خیزش و تظاهرات گسترده هموطنان بختیاری در نقاط مختلف کشور را سانسور کنند، تنها به درج تصویر و خبر کوتاهی از یکی از این اعتراضات بسنده کردند. که این نیز نشانه آشکار دیگری از شدت هراس رژیم در هم شکسته ولایت فقیه در قبال خشم و اعتراض و تظاهرات هموطنان غیرتمند بختیاری است.